Mr. Shomrod, you have given a full statement to the tribunal. Please confirm that this is correct. I'd like to repeat it for you as well that you have a full statement here. I will try to limit my questions to the important parts, and please, if we can, that on the Commission has your full report. You were arrested in May 1984 and taken to Evin prison, is that correct? بله من در بعد از ظهر در اردیبهشت 1363 در منزل اتفاق بچه و همسر توسط نیروهای امنیتی وزارت اطلاعات سپاه پاسداران با وسیله کمیته مشترک دستگیر شدم. At the time, your son was a few months old. And was he taken with you to prison as well? Then you were tortured. But you say what hurt most was to hear my baby screaming nonstop as if I did not feel any pain except his voice. Where was your son at the time when you were tortured? در فردای روز دستگیری من رو به قسمت بازجویی ساختمان بازجویی در کمیته مشترک بردن. کمیته مشترک واقع در خیابان ناصر خسرو حوالی میدان توپخانه است و ساختمانش ساختمان دایره شکله و بندها به هم تقریبا نمودن. بچه من رو پیش زندانبان ها نگه داشتن و من رو به ساختمان بازجویی بردن و در تمام این فیل بازجویی من این صدای گریه بچه‌ام رو میشنیدم. How long they allowed you to keep the child in prison? For how long? فردای روز دوم بازجویی، یعنی روز دوم دستگیری در واقع، به دلیل اینکه خیلی شرایط مشکلی بود برای نگهداری بچه و اصراری که ما داشتیم به اینکه بچه رو حتما منتقل بکنن، من رو به همراه بچه و دو مسلح با ماشین بردم و در یکی از خیابان های هوایی که من حدس می زدم، یعنی با چشمن رو بردم و در یکی از خیابان های نزدیکی که بعدا من حدس می زدم از اون خیابان که یکی از یعنی از نوع درخت هایی که پیدای جویا بود حدس می زدم یکی از خیابان های خلیه خیابان مصدق باشه، بچه رو به عموی بچه، یعنی البته من در اون موقع کاملا تشخیص نمیدادم برای اینکه من رو در یه فاصله بسیار دور نگه داشته بودن و یک آقایی رو از سر اون کوچه و چهارراه عبور دادن، گفتن که ایشون عموی بچه است و بچه رو از آغوش من کشیدن و بردن. After 18 months you were taken before court that lasted only 10 minutes. Can you, do you know anything about the name of the judge that tried you? نه متاسفانه من اسم قاضی دادگاه رو نمیدونم، ولی بعد از 18 ماه و
در واقع دو دور بازجویی، من یک بار در کمیته مشترک بازجویی شدم و یک بار در ایلین و همینجوری که شما در اون نوشته دارید اسم بازجوها مطرح شده اینجا بازجویی شدم و بعد از 18 ماه من یک دادگاهی به ظاهر دادگاه که کمتر از 10 دقیقه بود و کیفرخواستی که به صلاح علیه من تنظیم شده بود در اون کیفرخواست مواردی که مطرح شد مواردی بود که من علیه امنیت ملی نظام جمهوری اسلامی اقدام کردم و به دلیل عدم همکاری و عدم و نداشتن صداقت در دوران بازجویی و شرکت در هسته های مطالعاتی یعنی تمام اتهام من و تمام اون چیزی که توانسته بودن در کیفرخواست علیه من تنظیم بکنن این بود که من در هسته های مطالعاتی شرکت داشتم فعالیت داشتم در کانون مستقل معلمان که البته کانون مستقل معلمان من درست عضو هیئت اجرایی کانون مستقل معلمان بودم اما کانون یک تشکل دموکراتیک و تشکل علنی و این بود تمام اون چیزی که دادگاه می کشید و هیچگونه وکیلی در دادگاه حضور نداشت و هیچ هیئت منصفه‌ای و قاضی من یک کسی بود با لباس روحانی اسم ایشون رو من نمی‌دونم. Did they give you any form of written sentence, written judgment, or you were just verbally told about this judgment? نه خیلی من هیچ گونه کیفرخواست کلی داده نشد فقط توسط کسی که اسم قاضی اون دادگاه بود اون موارد اتهام خونده شد و بعد پایان اون از من سوال شد که آیا صحبتی داری و من به دلیل اینکه در مجموعه اون نوع دادگاه اعتراض داشتم اعلام کردم که من سکوت میکنم برای اینکه اعتراض کنم. And you were sentenced to how many years in prison? من به 2 سال زندان محکوم شدم. In 1987 you had served the 2 years already. من حکم من در پاییز سال 1366 تمام شد. و در پایان بعد از اینکه حکم من تموم شد من شاید اینجا به دلیل کمبود وقت نمیتونم همه یه موارد رو توضیح بدم و باید شاید خیلی خلاصه بگم که من در اون زمان در شهرستان بودم یعنی دادگاه من زمانی من اون زمانی بودم به دادگاه که در زیرزمین 209 در شرایط تمدیدی بودم یعنی مسئله به این شکل بود که فردی رو یکی از زندانیان یکی از همبندیان ما رو بودن در حیات بند به قول خودشون تعذیب بکنن و شکنجه بکنن و از ما میخواستن که ما بیاییم و تماشا بکنیم شکنجه کردن بخشی از ما که قبول نداشتیم که به یک چنین به اصطلاح رفتار ضد انسانی تن بدیم حاضر نشدیم که بریم تماشا بکنیم از اون بعد از اون مشوا حلوایی و چند پاسدار دیگه ما رو به زیرزمین 29 منتقل کردن که یک فضایی بسیار یک اتاق خیلی کوچکی بود که حدود 30 نفر ما در اونجا مجبور بودیم که زندگی کنیم در شرایط بسیار بدی و از اونجا من آخرین بازجویی ها ما انجام دادن یعنی من بردم به بازجویی و آخرین بازجویی های من اونجا انجام شد و از زیرزمین 29 من به دادگاه رفتم و دادگاه تموم شد و به دلیل اینکه پدر مادر من مجبور بودن که بچه رو هم برای ملاقات من بیارن و هم ملاقات پدرش ببرن یعنی همسرم به همین دلیل بچه بسیار مشکل بود به من گفتن که به شهرستان تقاضا بود که منتقل شهرستان بشی و من به پدر مادرم گفتم که من چنین تقاضایی نمی کنم ولی اگر شما تقاضا بکنید احترام میذارم به نظر شما و میام و به هر حال من در زندان شهرستان بودم حکمم رو در سلولهای انفرادی و در شرایط بسیار بد تمدیدی در زندان شهرستان تموم کردم
بعد از پایان حکمم از من خواستن که از جریانات سیاسی اعلام انزجار بکنم کتباً و من نپذیرفتم و دوباره من رو به زندان اوین منتقل کردم. But you completed your sentence in 1987, but you were taken to medication section. Is that the section that everyone else has completed their sentence? نه شاید من باید توضیح بدم که روشن تر بشه. بند ملیکش ها که اصطلاحا در بین زندانیان معروف به بند ملیکش ها هستش و این اصطلاح از ادبیات زمان به اصطلاح ادبیات سیاسی زندان گذشته و در دوران رژیم گذشته میاد. به این معنا که ملیکشی به این معنا میگفتن که شما حکمتون رو تموم کردید ولی رژیم و سیستم زندان حاضر نیست شما رو آزاد بکنه. من حکمم رو در شهرستان تموم کردم اما من رو آوردن به اوین و بعد از مدتی که من در انفرادی آسایشگاه بودم و یک مراحل طی شد بردن به بند ملیکش ها که در بند ملیکش ها همه زندانیانی که در اون بند بودن که یک بند تنگیدی بود و درهای بسته کسانی که در اون بند نگهداری می شدن افرادی بودن که همه حکمشون تموم شده. Yes, you were detained in spite of your sentence had been fully discharged. Is that correct? بله، بله، صدرسن. So what is the reason then? What on what basis would they like continue the detention in another place? What how did they explain that to you? توضیح نداشتم. توضیح دلیل این که من رو علارغم اتمام حکمی که توسط دادگاه های خود جمهوری اسلامی من داده شده بود نگه داشتن این بودش که از من میخواستن که از جریانات سیاسی اعلام انزجار بکنم و من به این مسئولین زندان که به من این حکم رو اعلام کردم گفتم من طبق قوانین شما که حالا این قوانین از نظر من قوانین بسیار ضد انسانی است در دادگاه نظام جمهوری اسلامی به 2 سال حبس محکوم شدم. دوران محکومیتم رو هم گذروندم و من هیچ شرطی برای آزاد شدن نمیپذیرم. به این دلیل بود که من رو در زندان نگه داشتم. And were there any people in the same position as you that had been sentenced, served their sentence, but had to continue to be detained by the authorities, or continue to be detained? بله، بله. به طور کلی یک بندی رو اختصاص داده بودن به کسانی که حکمشون تموم میشد و حاضر نبودن شرایط زندان رو بپذیرن و اونها در اون اتاقهای دربسته و شرایط تنبیهی نگه داشته می شدن. In your statement, which just to give a comment, which is a very well written statement, it's a very detailed account of what you've done in 25 paragraphs. It must be very well written in Farsi because it's very well translated in English. There's very interesting material for our commission. But one of the things is that concerning this conditional release, which I guess happened in 1989, although in our statement it's 1889, you would have been very young then. You mentioned that conditional release after that period where you were not even serving a sentence, you were released by a deed of your parents' house as a bond and a third party as guarantor. So your parents have to give money for your release,
a bound on the house and a guarantee. That, is that correct? And why, do you know why they asked that from your parents? دلیلش رو من فکر می‌کنم که یعنی امیدوارم که در آینده نه بسیار دور نه بسیار دیر در آینده بسیار نزدیک تمام عوامل سرکوب نظام توسط دادگاه مردم دادگاهی بشن و آنها باید پاسخگو باشن که چرا دلیلی نداشتم برای اینکه چرا ولی به هر حال اینها همیشه از کسانی که میخواستن از ایران آزاد بشن زمانت میگرفتن و از پدرمادر من حاسه بودن که برحال خونشون اونها برای وسیقه و یک نفر سومی که حتی من بعد از اینکه از اینجا از ایران خارج شدم بعد از سالها اون فرد هنوز موقعی که میخواست خارج شه برحال مشکل پیدا کرده بود یعنی علی رغم اینکه ممنوعیت و مانع و سالهایی که اونا گذاشته بودن اون ممنوعیت گذاشته بود باز هم اون مشکل روبرو شده بود یک چیزی که من باید اینجا توضیح بدم اینه نمیدونم شاید پرسش ها باشه ولی و یا شاید اگر این پرسش ها نباشه شاید من باید این رو توضیح بدم که من در سال 1367 یعنی در اون کشتار بزرگی که در زندان اتفاق افتاد من در زندان بودم و یکی از معدود زنان زندانی بودم که توسط دادگاه جمهوری اسلامی در اون شرایط به دادگاه برده شدم و حکم ارتداد گرفتم به هر حال فکر می‌کنم که همیشه نظام جمهوری اسلامی این مسئله رو داشته که بخواد به نوعی یک نوع مسئولیت‌هایی رو بر دوش فردی که داره از زندان آزاد میشه یا فردی که به حال تمام زندگیش رو برای حرکت در راه بهینه کردن فضای سیاسی اجتماعی جامعه میده برایش یک مانعی بذارم با گرفتن ضمانت‌ها و با درگیر کردن شخص ثالث و یا دیگران یک مانعی برای ادامه فعالیت‌ها برش ایجاد بکنن شاید این چیزی هستش که من می‌کنم اینجا توضیح بدم I think it's very important to know for us the, who the deed for the house was done to what person or is it to the state of Iran? Was the document, there must have been a contract, collateral, was it between your parents and the state? سند مالکیت خونه رو خواسته بودن یعنی اینکه به هر حال پدر مادر من سند مالکیت خونهشون رو مجبور بودن ببرن بدن به دادستانی و در اونجا به وثیقه بگذارن که در مدتی که تعیین کرده بودن که این سند عنوان یک گرو در پیش دادستانی باشه تا زمانی که اونا تعیین میکنن به عنوان یک ضمانت نامه یعنی سند خونه رو برده بودن به مسئولین دادستانی در زندان اردبیل بودن So in fact at the end it was made to the government to the government of Iran through a body and what do you know in what condition or could they take the house from your parents if they that's what a bond is if something happens they could take the house so do you know what was that condition where they could just take the house from your parents and
شرایطی رو که اعلام نکرده بودن طبیعتاً میتونستم به بهانه هایی به عنوان مثال اگر من از کشور خارج میشدم برای اینکه من یه مدت ممنون خروج هم بودم و میتونه یکی از مواردی باشه که برای برخی برای دیگران تقریبا اتفاق افتاده یعنی بودن کسانی زندانیانی بودن که وثیقه رو ازشون گرفته بودن و وقتی اینا خارج شدن اون ملک رو دولت جمهوری اسلامی مصادره کرده و یک چنین اتفاقاتی افتاده و در نتیجه این وثیقه به این دلیل و تحت این شرایط And a very last question. Does this deed still exist now in 2012? و یک فرد دیگه ای هم به عنوان زامن یعنی شخصی هم به عنوان زامن سوم خواسته بودن که کسی بیاد ضمانت بکنه که اون فرد نباید از افراد فامیل و افراد خانواده من بوده باید شخصی که غیر از خانواده غیر از روابط پیشاوندی می اومده و ضمانت میکرده و اون سند الان اونجا نیست سند گرفته شده. اون یه مدتی داشته که اون مدت رو من به همین دلیل هم وقتی که از زندان خارج شدم سعی کردم که تا یکی از دلایلش البته این دلایل دیگرش به هر حال اعتقادات خودم بوده که اعتقاد داشتم که در جامعه تا اونجایی که میتونم بمونم و بتونم فعالیت بکنم در اون حدی که امکانش بود ولی یکی از دلایل مهمی که من بلافاصله از کشور خارج نشدم در واقع تعهد اخلاقی بوده که من ضامن و خانواده باشم I would like to ask you, you say in your written testimony that male and female guards took turns beating us with their cables. So you were beaten not only by men but also by women. که از هر راهی که ممکن هستش و از هر
امکانی که ممکن هست ما این پرونده بسیار جنایتکارانه نظام جمهوری اسلامی رو مستند بکنیم و از طریق حقوقی و مسائل دیگه به شکل سیاسی و هر امکانی که وجود داشته باشه بتونیم که در واقع این کار رو انجام بدیم. از این زاویه من به اون چیزی که به پیشنهاد و یا صحبت شما فکر خواهم کرد. اگر امکان این باشه که ما بتونیم یک چنین پرونده‌ای رو در واقع مستند بکنیم و بریم به دنبال این و خیلی ممنونم از اینکه این مسئله رو مطرح کردیم. We could give you the name of the act in the United States that allows foreign people to bring a case against the country that committed violations of human rights. It's a law that exists in the United States that has been used by some people who have won cases, civil cases, damages that were given to people that had been, those whose rights had been violated. So if you need the references, the two international lawyers here could give you that reference. Thank you very much. من خیلی ممنون میشم که حتما این به اصطلاح قانون و این نهاد رو از طرف شما داشته باشم و بتونم که پیگیری بکنم این مسئله رو. بسیار سپاسگزارم. اگر فقط من یک چند ثانیه اگر به من اجازه بدید من یک نکته رو میخوام توضیح بدم. I'm very sorry, you have very limited time, long. خواهش. Just a little bit, this is whatever you would like to say, put it in writing to the commissioners and it would be given. Thank you very much. May I call our next witness, Ms. Marine Hatshanas. The chairman is at page 26, statement of Mr. Hatshanas.